در گذشت یک آهنگساز مشهور در بیخبری. چند روز پیش زمانی که خبر درگذشت محمد رضا لطفی قلب و روح من را آزرده کرده بود، اتفاق دیگری برای موسیقی افتاد، البته در حوزه نوع دیگری از موسیقی. اما به خاطر غربت خیلی از ما از آن مطلع نشدیم. به گزارش ایسنا، عطاالله خرم آهنگساز پرکار و آفریننده ملودی های نوستالژیک به علت بیماری سرطان چند روز پیش از درگذشت محمد رضا لطفی چشم از جهان فرو بست، اما خبر مرگش مانند همایون خرم فراگیر نشد. عطاالله خرم نوازنده ویولون و آهنگساز در سال 1305 در تبریز چشم به جهان گشود. با مهاجرت خانواده به ارومیه، مقداری نواختن سازهای موسیقی را در آنجا فرا گرفت و سپس سوی پایتخت رهسپار شد و نزد ابوالحسن صبا موسیقی کلاسیک ایرانی را فرا گرفت و نزد روبن گریگوریان سازهای مدرن را آموخت. او نزدیک به 400 آهنگ در ایران برای شمار زیادی از هنرمندان ایرانی ساخت و سابقه همکاری با محمد رضا شجریان را نیز داشت. بسیاری از این آثار هنوز هم با گذشت سالها از رادیو و تلویزیون ایران پخش می شوند. بیشتر کارهای او با ویگن دردوریان اجرا شدند. آهنگ شادومات با تنظیم عطاالله خرم بر روی ملودی فولکلوریک محلی با کلامی از سیروس آریانپور همراه شد و تا امروز بر سر زبان هاست. عطاالله خرم همچنین چندین آهنگ برای ایرج خواجه امیری ساخت. آهنگ لاله و گل با سروده بهادر یگانه از کارهای مشهور آنهاست. در زمره آثار او از بارون بارونه، لاله و گل، مهتاب، دو کبوتر، کجاوه و نیز ترانه پرستو با صدای منوچهر سخایی میتوان یاد کرد. خرم مدتها رهبر ارکستر جاز رادیو ایران بود. وی سالهای پیش از مرگ را در خارج از کشور زندگی می کرد و نیز چند جلد کتاب مانند کتاب موسیقی و همچنین ردیف‌های موسیقی ایرانی در زمینه تاریخ موسیقی ایران منتشر کرد. عطاالله خرم سرانجام در سن 87 سالگی بر روی تخت بیمارستان در حالی که از بیماری سرطان رنج می برد از دنیا رفت. روحش شاد و یادش گرامی باد.